فقیر ترین رئیس جمهور جهان لطفا برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب ویدیو رو لایک و زنگوله رو روشن کنید تا از کلیپ های جدید ما با خبر بشید خوز مخیخا رئیس جمهور سابق کشور اروگوئه در مزرعه نزدیک مونت ویدیو پایتخت این کشور ساکن بوده و شیوه زندگی او به شدت متفاوت از سایر رهبران جهان بوده است موخیکا پس از انتصاب در سال 2010 خانه مجللی را که دولت اروگوئه برای رئیس جمهور آفرام کرده بود را نادیده گرفت و در مزرعه همسرش که او نیز عضو سابق مجلس سنا این کشور بود به زندگی سابق خود ادامه داد او و همسرش خودشان روی زمین کشاورزی کار می‌کردند و گلوگیا و پرورش می‌دادند و تنها محافظانشان دو مأمور پلیس و چند سگ بودند او همچنین بیش از 90 درصد حقوق 12 هزار دلاری خود را به خیریه میبخشید و دستمزد تقریبا برابری با درآمد متوسط مردم اروگوئه یعنی 775 هزار دلار در ماه را دریافت میکرد موخیقا در سال 2010 میزان ثروتش را که تنها یک فولکس واگن بیتل 1800 دلاری بود اعلام کرد در سال بعد او نیمی از دارایی همسرش شامل زمین، تراکتور و خانه را هم به فرس هاش اضافه کرد و ثروت اعلام شده اش را به 215 هزار دلار رساند. البته ثروت او هنوز هم فقط دو سوم معاونش و یک سوم رئیس جمهور پیشینش بوده است او همچنین قانون جدیدی را امضا کرد و طبق آن اوروگوئه را به اولین کشوری در دنیا تبدیل کرد که تولید و فروش ماروجانا در آن قانونی بوده است این قانون کمکی بود به مبارزه با قاچاق مجرمانه در حالی که همزمان ساز و کار جدیدی را وضع کرد که به دولت برای پر کردن خزانه کمک می کرد این رئیس جمهور خود در ثروت زندگی نمیکرد اما ثروت کشورش را آنچه در صدای قبل بود خیلی بیشتر کرد و در زمان ریاست جمهوری میزان فقر در اروگوئه را از 40 درصد به 13 درصد کاهش شد او همچنین در سال 2013 در لیست 100 سال مجله تایم قرار گرفت